دسامبر 2022 هم به سرعت از راه رسید و در این ماه بازی‌های جذابی منتشر میشه. پس اگر از طرفدار بازی‌های کامپیوتری هستید با ما در این ویدیو همراه باشید. سلام به همه همراهان عصر بازی. در این ویدیو می‌خوایم 10 تا از بهترین بازی‌هایی رو که در ماه دسامبر منتشر میشن رو بهتون معرفی کنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ معرفی بازی‌ها. اما قبل از اینکه بریم سراغ معرفی بازیامون، اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید، حتما ویدیو همون رو لایک کنید و اگر دوست داشتید زنگوله رو هم بزنید. بسیار خوب، آماده اید؟ برو که رفتیم. شماره 10، بازی چوچو چارلز به عنوان یکی از ترسناکترین بازی های جهان شناخته میشه. چوچو چارلز یک بازی جهانبازه که در اون قطاری به شکل عنکبوت به دنبال شما میفته. شما در این بازی باید هر کاری که میتونید برای آپگرید کردن قطار خودتون انجام بدید تا بتونید به بهترین شکل ممکن با قطار ترسناک عنکبوتی مبارزه کنید. این بازی جذاب برای پلتفرم پی سی منتشر شده. پس اگر شما هم از علاقه‌مندان بازی‌های ترسناک هستید، چوچو چارلز همون بازی هستش که میتونه شما رو حسابی سرگرم کنید. شماره 9، بازی کرایسیس فاینال فانتزی 7 ریونیون با گرافیک عالی و صداگذاری منحصر به فردی که داره تونسته بازیکنها رو حسابی هیجان زده کنه. در بازی کرایسیس فاینال فانتزی 7 ریونیون تمامی مدل های سبودی شخصیت های بازی بروز شد. این بازی برای کامپیوتر، پلیستیشن 4، پلیستیشن 5، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس و اس و همینطور نینتندو سویچ منتشر شد. شماره 8، بازی The Witcher 3 برای بازیکن‌هایی که به ژانر نقش‌آفرینی علاقه دارن میتونه خیلی جذاب باشه. این بازی امکان ماجراجویی مطلق رو در دنیای سرشار از شگفتی‌های غیرمنتظره برای گیمرها فراهم کرد. بازی The Witcher 3 برای افرادی که به دنبال یک بازی منحصر به فرد و پر از اتفاقات ریز و درشت هستن قطعا میتونه انتخاب خوبی باشه. شماره 7، بازی Knights of Honor 2 Sovereign یه بازی استراتژیک و شما رو در زمان قرون وسطا به عنوان یک امپراتور در اروپا قرار میده. شما در این بازی پادشاه سرزمین خودتون هستید و باید انتخاب‌های شایسته‌ای داشته باشید تا بتونید سرنوشت خوبی رو برای مردمتون رقم بزنید. بازی Knights of Honor 2 Sovereign به شما این اختیار رو میده که هر زمان که خواستید آغاز کنندگی جنگ ها باشید، اما برای این کار باید به منابعی که در اختیار دارید توجه کافی رو داشته باشید. شماره 6، بازی سمورای میدن بازی اکشنیه که در این ماه برای پلیستیشن 5، پلیستیشن 4، نینتندو سویچ و رایانه های شخصی منتشر شد. بازی سمورای میدن دارای گیم پلی هک اند سلش با حملات ترکیبی و همینطور ضربات متقابل. این بازی داستان یک دختر دانش آموز رو دنبال میکنه که بعد از یک روز خسته کننده به خواب میره و در مکان تاریخی معروفی بیدار میشه و باید یک نبرد شجاعانه رو انجام بده. این بازی سه نینجای دیگه هم داره که هر کدوم توانایی های مخصوص به خودشون رو در این بازی داره. شماره 5، بازی The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution یه دنباله مستقل. قسمت اول این بازی که در سال 2020 معرفی شد بلافاصله مورد تحسین قرار گرفت. با عرضه این بازی بر روی پلیستیشن 4، این بازی ترسناک از موفقیت های بیشتری هم برخوردار شد. بازی The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution برای علاقه مندان به این بازی میتونه تجربه هیجان انگیزی رو رقم بزن. شماره 4، بازی های آن لایف در سبک شوتر اول شخص داستان شخصی رو روایت میکنه که باید در سفری کهکشانی هدف جدید خودش رو از بین ببره. در بازی های آن لایف شما میتونید اوج هیجان رو تجربه کنید. همچنین در این بازی اسلحه های خلاقانه‌ای وجود دارن و حسابی توجه هر بازیکنی رو به خودشون جلب میکنه. اما باید بدونید که در این بازی سلاح‌ها هم جان دارن و دیالوگ‌هایی که میگن با مزه و سرگرم کننده است. از طرف این بازی با گرافیک فانتزی و رنگارنگش هم دل اکثر بازیکن‌ها رو با خودش برده. پس با این چیزهایی که
در مورد های آن لایف بهتون گفتیم این بازی برای افرادی که به فان علاقه مندن حتما سرگرم کننده و جذاب. شماره 3 بازی مارویلز میدنایت سانز برای ایکس باکس سری ایکس و اس، پلیستیشن 5 و پلتفرم پی سی منتشر شده. در این بازی بازیکن‌ها باید از کارت‌ها برای انتخاب قدرت و مهارت هر کاراکتر استفاده کنند. پس انتخاب آزادانه‌ای وجود نداره و با توجه به نوع کارت، نوع نبرد هم در این بازی برای بازیکن‌ها مشخص میشه. البته نسخه پلی‌استیشن 4، ایکس باکس وان و نسخه نینتندو سویچ این بازی در تاریخ دیگه‌ای قرار منتشر بشه. شماره 2 بازی نید فور اسپید آن باوند، نامی آشنا برای طرفداران بازی های مسابقه ای و ریسینگ. این بازی تونسته تنوع بالایی از انواع ماشین های سرعتی رو برای کنترل کردن در اختیار بازیکن ها قرار بده. به علاوه این بازی از محتوای داستانی هم برخورداره و همین موضوع یکی دیگه از نکاتیه که نید فور اسپید رو جذاب کرد. در سری نید فور اسپید آن باوند تعقیب و گریز پلیسی هم اضافه شد. پس سازندگان همه چیز رو برای تجربه نهایت هیجان در این سری از بازی فراهم کرد. و در نهایت شماره 1 بازی The Callisto Protocol در ژانر وحشت ساخته شده و بازیکنها رو به دل دنیایی مخوف میبره. در این بازی شما با چالش‌های مختلفی روبرو میشید و باید بتونید بر ترس خودتون غلبه کنید. بعد از پشت سر گذاشتن مأموریت وارد زندانی میشید که موجودات وحشتناکی در اون وجود دارن. اگر به بازی‌های ژانر وحشت علاقه دارید به هیچ عنوان تجربه بازی The Callisto Protocol رو از دست ندید. بسیار خوب، به آخر یکی دیگه از ویدیوهای عصر بازی رسید. برای دیدن جدیدترین ویدیوهای ما میتونید کانال یوتیوب و آپارات عصر بازی رو دنبال کنید. ممنون میشم که با لایک هاتون از ما حمایت کنید. همچنین میتونید در قسمت کامنت ها نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. پس تا یه ویدیوی دیگه همینجا در عصر بازی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.